بپاس در این رادیو. به حضور شما. بله واقعا. وندا جان شما هم یه چیزی بریز تو میکروفون. خدا باورم نمیشه یکی میکروفون به من داد. یه چیزی آرزو برآورده شد. سال نو همه عزیزان مبارک باشه. آرزوی سلامتی، شادی، نعمت فراوان برای همتون دارم و در هر جای دنیا هم تمام هموطنانم هم همه کسانی که برشگی عید باستانی میشینن باش و دعا میکنن، آرزو میکنن. من و آرزو این افتخار داشتیم که در کنار شما باشیم. سعادتی بوده. این تایم خیلی خوبیه. رنگین کمان دیگه بهترین و شنونده ترین برنامه است و خیلی خوشحالم که اینجا هستم. و امسال من احساس میکنم که اصلا نوروز یک رنگ بوی دیگه ای داره. یعنی حداقل برای ما که پور پرفورمنس بوده تو جاهای مختلف اصلا یه جوری دیگه است. ما سال گذشته همچین یعنی جریانه توی اصلا نداشتیم ولی امسال یه جوری دیگه است. مردم بلکه بیشتر میدونم وقفه 3 ساله ای رو ما شاهد بودیم که خوشبختانه به پایان رسیده. خدمت شما عرض کنم که دلیلش دلیل امید بیشتری است که مردم دارن به آینده و یکیش اونه. و بعدش هم که خب طبیعتاً به قول تناز جان ماجراهای مریضی و واکسیناسیون و اینا همه به خود فروکش کرده، مردم روی مسیر عادی داره میره کارشون و خسته نباشید هم باید به شما بگیم که در این چند روزه من شاهدم ماشاءالله شما همینطوری حتی گروهتون رو تقسیم میکنید، همه با هم یک جای به اصطلاح نمیرید، تقسیم میکنید یه عده اون بر یه عده اون بر. آفرین به این مدیریتی که شما یه ذره در مورد این ماجرا و خود کوبان و مدیریتش و اینا توضیح بدین برای شنوندگان اون بد نیست. خواهش میکنم زن عزیزم، اجازه میدی بگم سو نه هم بس نشدید. بله عرضم بزنید که خب الگف رو آرزو مدیریت میکنه و منم در کنارش هستم. کوبان رو همونجوری که گفتم یه تقریبا آخرین کنسرتی که داشتیم درست قبل از پندمیک بود و ما یک وقفه 2 ساله داشتیم و من کوبان رو با یه ارکستراسیون جدید دارم راه میندازم که حامد پورسایی عزیزم خواننده‌اش هست و 8-9 نوازنده فولکلور هستن کنار ما. آقای امید سیاره برای سنتور، سلمان محمدی برای تار، سعید اسدالله‌ای که تازه به ما پیوسته برای گارمون، ساز گارمون و حالا من نمیتونم همه رو نام ببرم ولی خیلی از دوستان دیگه هستن. گروه کور هست که با ما همراهی خواهد کرد، گروه رقص هست با ما همراهی خواهد کرد. گروه بسیار بزرگی. بله. پروژه کوبان معمولا پروژه بسیار سنگین و بزرگ و مفصل است. یعنی در واقع آکادمی شما برقرار کردیم. بله دیگه در حقیقت یک داستان مفصل است. به خاطر همین هم هستش که ما موقعی که آماده میخواییم بشیم برای یک اجرا معمولاً 8-9 ماه زمان میبره که همه اینا رو ما ارنج کنیم و به صورت تمرین بذاریم و اینا همه با هم فیکس بشن. برای من یک پروژه خیلی وسیع هست کوبان و همه با لباسهای محلی، همه با یه فرمت، چون کار ما رو موسیقی فولکلوریکه و خیلی از دوستان در این رابطه هی به من گفتن آقا شما کوبان که هستین یا کوبان؟ کوبان. آره گه نداره آخرش. یکی از دوستان من هست که اونا موزیشن هستن و اونا گروه کوبانگو دارن ولی این تشابه اسمی همیشه باعث شده که همه مردم به اصطلاح سوء تفاهم براشون بشه. ما کوبان هستیم برای موسیقی. شما بدون گافین، اونا گاف داره. آره ما گاف نمیدیم.
چی گفتی برای اینجور؟ اتفاقا کوبانگا، بچه های کوبانگ همه دوستان هم هستن. حالا البته اونا میدونن که شوخی دارن. آره اونا هم نوازندگی بسیار خوبی هستن. من یه سوال پرسونال بکنم. چند سال با هم دیگه ازدواج کردین و اصلا چطور آشنا شدین؟ من میگم. من میگم. آرزو میگی، آرزو. یکی از علتهای نمالی، واقعا شما هر کاری که با عشق باشه، شما یه غذایی رو با عشق درست کنیم، غذا خیلی خوشمزه. ما زندگیمون بر پایه عشق بوده. یعنی من واقعا با این ساز دف و با بنداد یاد گرفتم، عاشق سازم شدم، عاشق خودش شدم. یعنی شما شاگرد بودیم؟ اولالا نه، ایشون میخواست ارتباط برقرار کنه، نمیدونی چجوری من سنتور میزدم. من گفت به زور بیا به دف یاد بدم. خواست از این طریق به من، ولی واقعا ما پس یادمون باشه دیگه، اگه ونداد پیشنهاد کرد دف یادمون بره نرید. نه اگه آرزو میسه تنگاز بیا به دف یاد بره.